دوستان عزیز بعد از بامداد خمار کتاب شب سراب خدمت شما تقدیم میشه اگر کتاب بامداد خمار عوام پسند تلقی میشد کتاب شب سراب عوام پسند تر اما بد نیست اگر بخونیم و قضاوت کنیم به خاطر اینکه قضاوت ها و داوری ها زندگی ما رو می سازه ما به عنوان یک جامعه در سال 57 تصمیم گرفتیم که باید دنبال آب و برق اتوبوس مجانی بریم ما نتیجه گرفتیم که تصویر در کره ما میبینیم اینا قضاوت های ما بود و داوری ما این بود که از اسبی پیاده شیم و چیز دیگری رو سوار بشیم و اتفاقی برمون افتاد نتیجه داوری ما بود پس ما باید بتونیم داوری و قضاوت درستی داشته باشیم زندگی ما رو این داوری ها تشکیل میدند کتاب شب سراب در واقع لایه دفاعی است این دادگاه و شما قاضی شرح حال محبوب رو خوندید و حال آقا رحیم اونم از زبان یک بانو داره به شما حرف میزنه و استدلال هایی میکنه این شما اید که باید داوری کنید در کجا کدوم درست میگن در اینکه تقصیر اولی متوجه محبوب است هیچ شکی نیست خانمی بوده احتمالا با هورمون بالا و تصمیمی گرفته به قول خودش عاشق شده عشق به مفهوم شرقی اون عشق به مفهوم سرزمینی که درش محرومیت هست در کتاب های داستان ما اینطوریه که مثلا کسی مجسمه ای رو دید و این مجسمه گفت مالکیه گفتن یک بانوی در فلان جا یا عکسی رو دید و ناگهان سیه ای کشید و از هوش رفت عاشق شد در همون لحظه بدون اینکه بدون طرف اخلاقش چیه دروغگو راستگو با شخصیت بی شخصیت دهنش بو میده یا نمیده بدون هیچ چیزی صرفا از روی دیدن یک تصویر و اونچه که این خانم هم دیده فقط تصویری از یک مرد بوده به یه شکل خاصی که با توجه به فصل بهار به قول خودش و هرمون های جنسی کشش ایجاد شده و رفته به سمت این مرد و بعد با واقعیتش برخورد کرده در صورتی که عشق به مفهوم درستش بعد از شناخت به وجود میاد یعنی همونطوری که محبوب خانم آقا رحیم رو میبینه و فکر میکنه طوری موش چنین رو چنان است چشمانش این چنین است و عاشق میشه عشق واقعی اونه که آقا رحیم از نزدیکتر سیرتش رو هم بشناسه شخصیتش رو هم بشناسه و ببینه واقعا شخصیت شم باست اون عشق پایدار خواهد بود البته گفته میشه که عشق فقط در هرمان و محرومیت معنا میده یعنی زمانی که وصل ایجاد میشه دیگه رابطه است یا رابطه دوستیه یا رابطه زناشویی دیگه عشق بیست میتونه عشق در کنارش البته باشه لایحه دفاعی که آقای رحیم به ما میده ما باید بخونیم داوری کنیم و ببینیم تا چه حد درست آدهیم رحیم بسی... البته نویسنده زمین چینی کرده یعنی از بچگی سعی کرده یه سری خصال رو که رحیم بعدا به دردش میخوره درش تأکید کنه و نشون بده این مادر رحیم به بچه یاد میداده به من بگو ننه و محبوب خانم از این دلخور بوده آقا رحیم پیوسته در این کتاب میگه مادر و دیگه خبری از ننه نیست اینجا داوری شماست ببینید پس این درست نبوده یا این اینکه آقا راهی میره و دهنش رو با آبی که آمیخته با الکل حالا قرقره میکنه بعد میاد میگه من مستم و شما میدونید که الکل بعد از اینکه نوشیده شد مثل بوی سیر وارد سیستم خون میشه گردش خون میشه و بو از طریق ریه هستش که دفع میشه وگرنه الکل توی دهن خیلی زود میپره و تموم میشه و میره نمیمونه الکل صنعتی در دهان فرد در حدی که القا کنه طرف مسته من دو نمونه خدمت شما ارز کردم و بعد نیست در پایان داستان عزیزم نظراتشون رو بگند که هر کدوم به چه داوری رسیدند هایی که آقا رحیم میاره اینه بهانههایی است که اگر در قرون وسطا یک حکومت مذهبی بود می آورد یعنی کسی را بالا مینداخت پای می کش می که این سرش گیج رفته افتاده ما نزدیم شیطان و خدا نقش بسیار بالایی در پاسخ آقا رحیم دارند یعنی هر وقت کار خوبی میشه خداوند کرده هر وقت آقا رحیم خطایی میکنه شیطان بوده ایشون که نخواسته بعد بعضی وقتا هم تقدیر بوده و آقا محمود استاد محمودمون میاد در مورد تکامل کبوتر یعنی بیولوژیست میشه در زیست شناسی اظهار نظر میکنه که کبوتر زندگیش چنین است و چنان است عزیزان من در پایان داستان شاید یک تحلیل خیلی کوتاهی باز خدمتون تقدیم کنم ولی این پرونده رو واگذار میکنم به شما که دفاعیه رو بخونید ببینید چقدر وارد و چقدر وارد نیست و این خود میتونه تمرینی باشه برای بنده و شما در اینکه قضاوت درستی در ارتباط با این دو نفر داشته باشیم و همین تمرین قضاوت شاید به ما کمک کنه که در زندگی خودمون هم قضاوت های درستری نسبت به شرایطی که برای خودمون پیش میاد داشته باشیم. شب سراب نوشته ناهید پژواک سلام به به سلام پسر گلم چطوری؟ بیست گرفتم ها جقا خط که ورقم را مثل پرچم بر بالای آن چسبانده بودم پایین آوردم و جلو چشم حاج محسن گرفتم باریکالله پسر خوب چه درسی رو بیست گرفتی؟ املا رو؟ نه ها آقا حساب رو نه حاجه آقا چی چرا بیس گرفتی بگذار عینکم را روی چشمم بذارم ببینم پسر گلم چه کرده حاجی آقا دست توی جیب جلیقش کرد و عینکی را که به جای دست زنجیر داشت از جیب درآورده روی دماغش گذاشت و به ورقه ام زل زد جور استاد بهز، مهر، پدر این چیه؟ مشق حاجقا خوشنویسیه قیافه حاجقا در هم رفت یه کمی هم لب ورچید و دل کوچک من شکست این پرده اولین تصویری است که از دوران کودکیم به یاد دارم زندگی من از همانجا شروع شده قبل از آن را اصلا به یاد ندارم اوستا اجازه داده بود هر وقت فرصت داشتم توی اتاقش بروم صاحب خانمان بود آذری بود با من ترکی حرف میزد فارسی را مثل اینکه خوب میخواند صحبت کردن از چنگی به دل نمیزد مادر من فارس زبان بود برای همان من قبل از اینکه مدرسه بروم فارسی را هم بلد بودم وقتی کنار دست اوستای خطات مینشستم و به حرکت دستش خیره میشدم صدای قلم که روی کاغذ کشیده میشد تمام تار و پودم را میلرزاند دوست داشتم کلمه ای بنویسد که قلم از روی کاغذ بلند نشود عاشق سینوشین بودم یک بار وقتی استاد داشت مینوشت من مست و تو دیوانه توانستم صدایی را که در درونم پیچیده بود به بلعم و یک دفعه ناله ای از دهانم بیرون جهید که استاد را ترساند چته وقتی حالت عجیب مرا متوجه شد که صدای قلم حالی به حالی هم می با لبخند گفت پسر سه تا نقطه بگذارم حالت جا میاد. روی کاغذ نوشت مست و رویش سه تا نقطه گذاشت شد مشت و با محبت مشتی به پس گردن من زد. بعدها وقتی بزرگ شدم شانزده هفده ساله بودم و به یاد آن روزها میافتادم دلم از حرکات اوستای خطات چرکین میشد. شد. ای کاش ما در همان عالم لادانی دوران بچگی که هیچ از گناه و آلودگی خبر نداریم بمانیم و یا بمیریم. فکر می کردم نکند اوستا مرا ناز ناصری میداد. دوران خوش کودکیم خیلی کوتاه بود. عزیز دردانی آقا بودم. مثل بچه های خوشبخت مدرسه میرفتم، کتاب داشتم قلم و دوات داشتم نصاب و سبیان می خاندم. همه شعر بود نه آقا سواد داشت نه ننه ام اما تا بزرگ شوم نفهمیده بودم که چجوری در یادگیری به من کمک می کردند هرچند که در خانه از درس خواندنم راضی بودند اما در مکتب خانه هیچ وقت جز شاگردان خوب نبودم به بهر تقارب تقرب نمای بدین وزن میزان تب آزمای فعولن 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 فعول چه گفتی بگو ای مه دل ربای بقیه یادم میرفت آقام نگاه بدی به صورتم میکرد و ننم با تعجب میگفت همین بود نه بقیه داره خب بگو یادم نمیاد پدرم سرم داد میکشید و مادر پادر میانی میکرد با دوباره تو حیات یه دور دیگه به خون جواب بده میدویدم کتاب را بر می داشتم و تون تون راه می رفتم و بقیه را رو از روی کتاب چندین بار می خاندم. بیا ببینم پسر داره دیر میشه مادرت رفته مطبخ شامو بیاره میدویدم دویدم توی اتاق بخونم آها اون دو سطر اولو بخونم کدوم دو سطر هم که قبلا خوندم نه بقیه رو بگو اون دوتا رو که بلدی مگه نه مادر از مطبخ صدا می کرد به جای این بگو مگو جون بکم از اول بخون دیگه و من نفس عمیقی میکشیدم کشیدم و شروع می کردم به بحر تقارب تقرب نمایی بدین وزن میزان تب آزمایی فعولون 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 فعول سو گفتی بگو ای مه دل ربای الهت الله و رحمان خدای دلیلت و تو گو رهنمای محمد ستود امین و سوار به قرآن سنا گفت ویرا خدای صحابه است یاران و آن اهل بیت که اسلام دین است زیستم به پای تموم شد آقا و فاتحانه کتابهایم را جمع کردم و روی تاقشه گذاشتم درستون تا اینجا بود؟ بله مشخم دادیم تا که عاشق مشخی نوشتی؟ احساس کردم لحن پدرم آزرده بود آره پدر اول اول مشخم را مینویسم باریکلا پسرم درس بخون ما که نخوندیم زرر کردیم هر جا میریم کلامون پس مرکز، است آدم بی سواد بدتر از کوره دیگه دنیا دنیای درس و سواده انشالله خودم روزی رو که وارد دارالفنون میشی به چشم میبینم و همونجا جلو در دارالفنون به خاک میافتم و خدا رو شکر میکنم مادر با سینی که بشقاپا و سفره و سبزی خوردم را تویش گذاشته بود وارد اتاق شد و دنبالی حرف پدر را گرفت که انشالله وضع خوب میشه منم یه دیگه بزرگ آشرشته درست میکنم و دم در کاسه کاسه به محسلین میدم که تو رو دعا کنن آن سال زمستان بسیار سختی بود و ما ستایی زیر کرسی میخوابیدیم و من همیشه فکر میکردم اگر برادرها و خواهرهایی که قبل از من به دنیا آمده بودند زنده بودند کجا می خوابیدند و رضایتی شیطانی از مرگشان در دلم احساس می کردم. من هفتمین بچه خانواده ام بودم مادرم قبل از من شش تا بچه دیگر به دنیا آورده بود اما هر کدام به درد و مرضی مرده بودند آقا می گفت حتما خدا مسلحت نمی دانست. آنها زنده بمانند ننم میگفت هم از نداری بود بدبختی بود که بچه هایم پرپر پر شدم شدند حالا هم از نظر من چیزی نداشتیم ولی من چرا نمرده بودم حق به آقام بود که همیشه خاص خدا رو علت همه چیز میدانست گویا خدا خواسته بود مرا خیلی عزیز کند آن را برده بود گاهی از اینکه عزت من به بهای مرگ شش بچه تمام شده بود ناراحت می شدم وقتی مادرم نازم میداد به یاد آنها میافتادم که ندیده بودمشان مادر میگفت از شکل تو بود اما چشمهای تو خوشکلتر است وقتی می‌خندیدم میگفت صدای تفلی کبرا به گوشم میآید و گاه گاهی شیطنت میکردم فریاد میزد پسر ادای عباس رو در نیارونم شلوغی کرد افتاد تو چاه حالا که فکر میکنم از آن کتاب گنده نصاب و سبیان دو بیت دیگر به یادم مانده رجل مرد و مرعه زن و زوج جفت غنی مال دارست و مسکین گدای خدا راستی کاذب و فریت دروغ عفیف و حضور و ورع و پارسای اگر پدر مادر ثبات داشتند آیا بیت های بیشتری یادم می ماند؟ هر وقت این شعر را می خاندم و مکس می کردم یا من و من می کردم اگر پدر بود نگاه بد به من می کرد که زهرم آب می شد. اگر مادرم بود یکی میزد روی دستم و من آن زمان نمیفهمیدم که اینها فقط از تند تند نخوندن من میفهمند که من درسم را یاد نگرفتم اگر عقل داشتم و می توانستم فقط به ایتایی رو که بلد بودم پشت سر هم بخوانم بدون اینکه مکس کنم و آنها راضی باشند بعد خانه ملایی اسباب کشی کردیم ملا با ثبات بود خیلی کمکم کرد اما روزگار حتی نگذاشت کتاب فرائدل ادب را شروع کنم این کتاب را پدرم برایم خرید اما کلامی از آن را از من نشنید حالا فکر می کنم مادر و من بعد از مرگ پدر از حماقت و نادانی من بود مادر روزی که زن مردی شد که 25 سال با او تفاوت سنی داشت میبایست از همان لحظه میفهمید که 25 سال لاقل زودتر بیوه خواهد شد و من وقتی قیافه پدرم را که در 50 سالگی من یک ساله را بغل میکرده و سر کوچه و خیابان میرفته مجسم میکنم از پدرم بدم میآید آخو نفهمیده بود که من باید یتیم بشم مردانی که در سن پیری بچه دار می شوند به نظر من به بچه خودشان خیانت می کنند چگونه راضی می شوند که در این دنیای وانفسا جگرگوششان را تنها رها کنند و بی کس و کار و سرگردان بمانند تا وقتی پدر بود من و مادر زندگی بدی نداشتیم خانه کوچکی داشتیم حیات خانمان به اندازه دو تا جفتک چارکش بود اما مادر چه تمیز نگهش می داشت گوشه یه حیات چسبیده به دیوار حوز آبی داشتیم که به اندازه یک کور بود پنج شش سطل بیشتر آب نمی گرفت و مادر یک روز در میان از چاه آب میکشید و آب حوز را عوض میکرد. کنار حوز باغچه ای اندازه همان حوز بود که عشق مادر بود انواع و اقسام سبزی ها را توی آن کاشته بود که هر سه چهار روز یک بار میشد به اندازه یک بشقاب سبزی خوردن چید آب حوز را با کاسه بر می داشت و توی باغچه روی سبزی ها می ریخت زرف ها را کنار حوز می شست و با کاسه از آب حوز بر می داشت و ظرفا یکی یکی آب میکشید. فقط آقا می توانست دست را توی حوز بشوید و وضوع بگیرد. برای من منظره کاسگلی های فیروزه و دیگه آلمینیومی که مادر با چوبک مثل نقرهش می تصویر زیبایی بود که از زیر پارچه یک گلگلدار چیتی که مادر بعد از شستن روی آنها پهن میکرد. مفهوم زندگی و محیط گرم خانوادگی به وجود می آمد. هنوز هم یاد آن مجموعه محیط آن زمان که دوران خوش زندگی من بود را برایم تداعی می کند. سر سفره ما خبر از زعفران و بوغلمون و مرغ سالاری نبود. اما همون آبگوشت بزباشی که مادر می پخت با چاشنی مهر و محبت و صمیمیت و صداقت چنان لذیذ بود که چلو مرغ خالی از عشق هرگز به پای آن نمی رسید. کف اتاق ما نه پارکت داشت نه قالیچه ابریشمی یادم میآید مادرم سال یک بار دم و دم عید کف تنها اتاقمان را با روزنامه های کهنه که از بقال سر کوچه کیلویی میخرید فرش میکرد و برای اینکه روزنامه ها جا, جا نشود یک کاسه سریش هم درست میکرد و گوشه گوشه های روزنامه را به زمین میچسباند و چه لذتی بعد از تمام کردن کارش میبرد روی روزنامه گلیمی پهن کرده بودیم که واقعا مثل گل تمیز بود سالی دوبار مادرم گلیم را میشست و روی دیوار پهن میکرد هی زیر و رو میکرد تا خشک شود و گاهی که خشک نمیشد شب را روی حسیری که در مطبخ می انداختیم می خوابیدیم. مطبخ من زیر زمینی بود که چهار پله پایین می رفتیم. به اندازه اتاق بالا بود منتها نمور و مادر که مجبور بود آنجا روی زمین بنشیند یک تکه حسیر آنجا پهن کرده بود که بعضی وقتها می اتاق و زیر تشکهایمان من می تابستانها اتاق خیلی گرم می شد و ما نردبانی از حیات به پشتبان میگذاشتیم گذاشتیم و شبها روی پشت می خوابیدیم. آخ که چه لذتی داشت خونکی دوشک های من. روزهای آخر زندگی پدرم من به حدی رسیده بودم که متکا رو به دوش می گرفتم و از نردبان بالا می رفتم. آقام پای نردبان می ایستاد و هر پله را که من بالا می رفتم نظاره می کرد و برایم دست می زد. یادم میآید یک شب به زور میخواستم توشک آقام را کول بگیرم و بالا ببرم پدرم نمیگذاشت اما بس که اصرار کردم با چادر شبی که رخت خوابها را روز درون آن میپیچیدیم توشک را به پشت من بست و دستم را گرفت که بالا بروم مادر که پنجره اتاق را میبست تا ما را دید با فریاد گفت ای بابا پدر و پسر عقل کل هستین این چادر شب به تنهایی از اون دوشک سنگین تره پدر کمی هی دست نگاه کرد بعد زد زیر خنده راست میگی پس چی چی میگن زن و اندازی مرغ سیا عقل ندارن بیا پایین پسر بیا چادر شب باز کنیم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم با و بالاخره با تمام تفاصیل من موفق نشدم توشک را بالا ببرم تا دو سال بعد که دیگر پدر نبود اولین عیدی که بی پدر برای من گذشت تلختر از زهر بود. قبل از عید شب چهارشنبه سوری در محل ما قوقایی برپا می شد. محله اعیان نشین نبود اما همان همسایه های من که مثل خودمان زندگی بخور و نمیری داشتند دنیایی صفا و صمیمیت در دلهایشان خانه داشت. همه اهل محل همدیگر را می شناختیم. و در غم و شادی هم همیشه نزدیکتر از خیش و فامیل شریک و غمخوار هم بودیم شب چهارشنبه سوری همه ی زنها خانه تکانی کرده و هر ریختنی داشتند روی بوتاها تلمبار میکردند و آتش میزدیم و ما بچه ها از روی آتش میپریدیم و بزرگها دور بر آتش جمع میشدند و حلحله میکردند هر خانه ای نیم کیلو گندم خیس می کرده که مقداری برای سبزه بر می داشتند و بقیه را روی هم ریخته و دیگه سمنو را در آتش فرو نشسته بوته های سوری بار می کردند و تا صبح زنها دور آتش می شرخیدند و یک به یک با پارو سمنو را هم می زدند. رسم بر این بود که روز قبل از سمنو پزند همه اهل محل به هم مام رفته و از سر و پایشان را از آلودگی پاک می کردند چون اعتقاد داشتند که سمنو متبرک است و نباید پلیدی به آن نزدیک شود و الا از مزه می از افتخارات اهل محل که مردها وقتی در قهوه خانه ها جمع می با هم نجوا می کردند این بود که سمنوی محله ما شیرینه و همین جمله گویای پاکی و راستگویی و صداقت و سلامت همگان بود اما بعد از پدر ما دیگر در این مراسم شرکت نکردیم همه ی همسایه ها یکی یکی در خانمان را زدند و اصرار کردند اما مادر با آه و گریه آخرین جواب را داد بی او هرگز من هم به خاطر مادرم نرفتم پدر آخرین کلامی که از زبانش در آمدیم بود پسرجون مادر تو تنها نزار شب عید وضعمان امان بدتر بود نه صفری هفت سین چیدیم نه سبز سبز کردیم و نه دیگر پدر بود که از دای قرآن پنج ریالی تا نخورده را در و به من و مادر عیدی بدهد شب عید آن سال در خانه ما شام غریبان بود سرد از خانه ای که پدر در آن نیست همه آرزوهایم هم که در لای عبای پدر پیچیده بودم یک بار گم شدند و روزی که عبای پدر را دم در به دوازده ریال فروختیم آرزوهای من بر باد رفت مهمترین مشکلی که بعد از مرگ پدر گریبانگیر من شد مسئله پول و خرجی نبود که مادر یواش یواش از لوازم خانه میفروخت فروخت و می خوردیم و بالاخره تصمیم گرفت که خانه را هم بفروشیم و جایی دورتر اتاقی اجاره کنیم. مشکل اصلی من مسئله حمام رفتنم بود. تا پدر بود همیشه همراه او میرفتم. اما از وقتی که پدر مرد گرفتاری من شروع شد. حمام عمومی زنانه را هم نمیدادند و به حمام مردانه هم مادر تنهایی نمی گذاشت که بروم و اطمینان به هیچ کس هم نداشت که مرا همراهش بفرستد. تا هوا گرم بود کنار لیف و صابون رو میآورد. سر و بدنم را می شست. بعد میرفت توی اتاق و خودم کمر به پایین را می شستم. از حوز آب بر می داشتم و خودم را آب می کشیدم و بدو بدو می رفتم توی اتاق. وقتی هوا ملایم بود زیر زمین آب گرم میکرد. و توی سردابه تن و بدنم را میشست، اما زمستان با ویلا بود. مادر یک روز گفت مشتی جواد مرد مؤمن و خوبیه دو تا پسرم اندازه ای تو داره میخوای هم را اونا بفرستمت بری همون؟ من عجیب کمرو و خجالتی بودم حتی با آنها هم که هم جنس خودم بودند حاضر نمیشدم که بروم و لخت شوم. زمانی که همراه پدر می رفتم امکان نداشت بدون پیژامه در انظار ظاهر شوم و پدر سر به سرم میگذاشت و می خندید. نه مادر از مسجد جواد خجالت میکشم آخ بس من چی کار کنم خب هموم نمیرم اگه زمستون چند ماهه وای خدا به دور سه ماه میخوای هموم نری تو آبریز سرم رو توی توشک میشورم پاهام رو هم میشورم بقیه رو هم میرم تو مستر رو میشورم هرچی مادر اصرار کرد من زیر بار نرفتم و بالاخره سراخ سنبه های در مستراح را با پارچه و کاغذ گرفتم و با یک مشرب آب گرم به قول خودم مسئله حمام را حل کردم. چند سال اینجوری گذشت تا به سنی رسیدم که مادر دیگر نگرانم نماند و به تنهایی به حمامم فرستاد. اما مشری جواد که بقال محله بود قبول کرد که مدتی شاگردیش را بکنم. صبح تا غروب جلو دکان را جارو می کردم آب می پاشیدم تقارهای خالی ماست را می شستم پیتای خالی پنیر را روی هم می چیدم و پادویی می کردم غروب به غروب دو ریال به من مزد می داد که معمولا از خودش سیب زمینی و پیاز و بادمجان و گاه گاهی هم پنیر می خریدم فکر می کنم بعد از مرگ پدر شاید دو سالی ما همیشه و همیشه شام سیب زمینی پخته میخوردیم و این غذای غیرقابل تغییر ما شده بود عجیب است که نه دلمان را می زد و نه آنطور که امروز میگویند به کمبود ویتامین و فلان و بهمان مبتلا می شدیم البته نهار چیز دیگری میخوردیم. خوردیم برانی کدو بادم جون خیلی که وضعمان خوب بود کوکوی سبزی میخوردیم که بوی خوش آن تا سر کوچه میپیچید و آن روز برای ما زیافتی بود گوشت فکر میکنم هر ماه یک بار هم نمیتوانستیم بخوریم چون این بلا گرفته همیشه ایام گران بود و هست اما چون نمیخوردیم من هم نمیخواست یا شاید مناعت طبعمان درخواستش را نمیکرد مادر همیشه قسمت خوب هر چیز را که داشتیم برای من میگذاشت و خودش گاهی به بهانه کم اشتهایی و زمانی به خاطر سردرد از خوردن آنچه من دوست داشتم ابا می کرد و متاسفانه چیزی نبود که من دوست نداشته باشم وقتی یک سال از مرگ پدر گذشت رفتار همسایه ها با ما جور دیگری شد زنها کم کم با مادرم قطع رابطه کردند و برعکس مردها مدام از من حال مادر را میپرسیدند و هر از گاه که او را توی کوچه میدیدند به حرفش میکشیدند به خصوص مشهدی جواد که گاه گاهی توی دستمال پنج تا تخم مرغ میگذاشت و موقع غروب به من میداد و به مادرم سلام میرساند زن بنداندازی بود که زمان حیات پدر ما یک بار به خانه ما میآمد و سر و صورت مادر را صفا میداد و وسمه و سرمه میکشید سرخاب و سفیداب میفروخت اما بعد از مرگ پدر مادر جوابش کرده بود دیگر نمی آمد. یک روز که برای نهار به خانه آمدم خال رقیه خانه ما بود فکر کردم یک سال گذشته و مادر میخواهد باز هم سر و روی صفا بدهد نمیتوانم بگویم دلگیر یا خوشحال شدم حالتی گس داشتم یک دل دوست داشتم که مادر غم پدر را فراموش کند یک دل میگفتم نه اما مادر با خال رقیه سرسنگین بود بالاخره کی جوابم ام امیدی جواب تو دادم رقیه خانم این که جواب نبود جواب حسابی میخوام همون بود که گفتم پس بلنشم برم امروز ما را از کار زندگی انداختی آخرشم هیچی به هیچی بمون یه لغمنون با هم بخوریم با سربلندی گفتم ما در تخم پخته داریم قله روحیه خندید و گفت نوش جون خودتون بچه هم و آقا مصطفی حتما حالا دلواپسم هم بلند شد و در شبش را به کمر بست رو را انداخت و راهی شد تو یه حیات شنیدم که به مادرم میگفت بالاخره چی؟ جوونی؟ خوشگلی؟ حیفه؟ تموم شد رقیه خانم مال منم هم تا همینجا بود تموم شد بازم فکراتو بکن من بر میگردم خونه خودت هر وقت بیای قدمت بالای چشم فقط خواهشم رو فراموش نکن این دفعه حتما بیار وقتی صدای بسته شدن در را شنیدم شلوارم را درآوردم و سفته را از روی تاقچه برداشتم روی زمین گذاشتم نان را مادر همیشه توی سفره میپیچید مادر تخمرغا کجاست مادر مثل اینکه به زور آتش درونش را مهار کرده بود چنان فریاد زد که من هاج و واج ماندم تخمرگ و کوفت الای هنناق بگیره مردی الدنگ خاک بر سر از ریش سفیدش و سیاه نوهاش خجالت نمیکشه کی مادر چی شده ببین رحیم دیگه از این مرتیکه احمق تخم نگیر فهمیدی سیب زمینی پیاز هم نگیرم کمی فکر کرد و گفت نه نگیر هرچند پول میدی اما نگیر میرم بازار میخرم اما دو روز دیگر مشتی جواد با یک اردنگی مرا از دکانش بیرون کرد یک هفته در محله دیگر اتاق گرفتیم اما نه کار برای من بود نه برای مادر بالاخره آخرین خرت و ها را فروختیم و بلیت اتوبوس خریدیم و از آن شهر بیرون آمدیم رحیم پاش و پسرم دیر میشه راه دور شده چشم باز کردم هنوز آفتاب در نیامده بود پاشو قربونه قط بالت بره مادر صبونه حاضره بلغل سماور بوی سنگک تازه حسابی خواب را از سرم پراند از امروز باید به تیمچه فرش فروشا می رفتم آنجا پادوی دکان شده بودم یک ماه از روزی که مشتی جواد بیرونم کرده بود می گذشت و در این مدت بیکار مانده بودم اما صبح تا شب پهلوی مادرم می نشستم جایی را هم نمی شناختم. تازه به تهران آمده بودیم. خاله رخ یک گوله نخ پنبه برای مادر آورده بود و نیم ساعتی هم بندانداختن یادش داد و من هم به دقت نگاه کردم چون جوانتر بودم، باهوشتر بودم و زودتر از مادر یاد گرفتم. این یک ماه را که خانه ماندم همراه مادر تمرین بنداندازی می کردیم. تفلی مادرم چهار تا انگشتش بس که نخ رویش لیز خورده بود زخمی شده بود پسر تو چقدر خوب یاد گرفتی ما اینیم خانم کاش میشد تو را همراه خودم میبردم و خندید من اخم کردم از حرفش خوشم نیومد اصلا حالت مخصوصی پیدا کرده بودم از زنها بدم می آمد. مثل حالت ویار داشتم بوی زن به دماغم میخورد چندشم میشده توی کوچه و بازار دختر و زن که می دیدم فرار می کردم. اگر پدرم زنده بود حتما نمی گذاشتم مادرم را ببوسد. اما دلم برایش می سخت. او جز من کسی را نداشت و تمام عشق و محبتش در وجود من خلاصه می شد. گاه گاهی شاید هر ماه یکی دو بار سرم را می بوسید و من واقعا دندان روی جگر می و تحملش می کردم. این حالت دو سالی طول کشید و بعد همه چیز تغییر یافت. در تیمچه فرش ها دنیای دیگری برویم گشاده شد. آنجا دیگر دکان بقالی نبود که یک سیر ماست و نیم کیلو پیاز بخرند. آقاهای خیلی تر و تمیز فکل زده، اصاقورت داده، بالباس اتو کرده، با کلاه و دستکش کش می آمدند، خرید و فروش های هزار هزاری می کردند، و بعد از هر معامله یک تومان دو تومانی هم به عنوان شاگردانگی کف دست من میگذاشتند حاجی عباس ارباب من مرد خوبی بود گدا صفت نبود مال و زیاد نداشت خانهاش در یکی از محلهای پاچنار بود هر هفته یک بار چیزی میخرید و من میبردم در خانهاش حیات خانهاش سنگ فرش خوشگلی داشت وسط سنگها چمن زده بود بیرون روی تپه کوچکی که وسط باغچه درست کرده بود گلهای شمدانی کاشته بودند دور گلهای شمدانی برگ نقره بود که خیلی خوشگل دیده میشد دور تا دور حیات درختهای میوه کاشته بودند همه جور میوه داشتند و گاهی که پسر حاجی آقا منزل بود و دم در می آمد و سبد را از من می گرفت یک دانه سیب یا گلابی از درخت میچید و به من میداد رحیم خونگیه بخور نخورده نیستم آقا این مزهش فرق میکنه دستتون درد نکنه و آن شب سیب یا گلابی رو با مادرم میخوردیم راستی رحیم مردم چه زندگی ها دارن مادر شانس دارن شانس زن حاجی عباس انگشت تو هم نمیشه پسرش آقا رو اگه ببینی فکر میکنی دلاک همومه اما برو ببین چه خبره حاجی آقا هر دفعه گوشت میخره کمتر از دو کیلو نیست راستی رحیم من پول دارم فردا از همونجا که برای حاجی آقا گوشت میخری دو سیر گوشت بخر آب گوشتی بخوریم سنگک تازم بخرم آره رحیم هی فزون خونم اون که سبزی خوردن داشتیم آدم وقتی نعمت داره قدرشو نمیدونه وقتی از دست رفت تازه میفهمه چقدر سعادت من بود ما در اینجا ناراحتی نه نه ناراحت نیستم ولی خب اونجا کجا اینجا کجا حق با مادر بود ما توی زیرزمینی که پنجره هم نداشت و فقط یک در قرازه داشت که مادرم چادر کهنه اش را بریده و پرده دوخته جلو در آویخته بود زندگی می کردیم. روزی که از خانه قبلی به اینجا اساس کشی کردیم من گاری دستی کرایه کردم و دار و ندار من را روی آن گذاشتم که مهمترین اساسی من رخت خواب من و گلیممان من بود وقتی از جلو در مشهدی جواد رد می شدیم آمد بیرون ایستاد و با تحقیر من و مادرم را که به کمک هم گاری را حمل می کردیم نگاه کرد و با صدای بلند گفت گدای کل شرق خواستم چیزی بگویم ولی مادرم با پایش لگدم زد مسیح مشتی جواد که آن, خانم آن را دیده بود آنطوری گفت اگر اینجا رو میدید چه میگفت ما در کمتر از گدا هم داریم با تعجب نگاه هم کرد خنده هم گرفت من خیلی کم میخندیدم حالا هم خیلی کم میخندم ولی نمیدارم آن شب چرا خنده گل کرده بود خندیدم و خندیدم و توی خنده بریده بریده گفتم اگه مشتی جواد حالا اینجا بود فکر میکنی به ما چی میگفت مادرم گویی منفجر شد به گور پدرش میخندید غلط زیادی میکرد من و تو با آبرو زندگی میکنیم نمال کسی رو میخوریم نه حقی کسی رو پایمال میکنیم مشتی جواد زلیل مرده با اون آب قاطی کردن توی شیر با کم فروشی با بد فروشی با گرون فروشی و کلاهبرداری برداری صاحب آلاف اولوف شده مردی که بی همه چیز فکر کرده بود من لنگه ای زن دوم شم که به خاطر یه شکمنون نون از سقفر الله از سخفر الله و من تازه فهمیدم که خاله روحی آن روز از طرف مشهدی جواد مأموریت داشت که ننه مرو من رو کند و علت اینکه که مشتی مرا از دکان بیرون کرد جواب منفی مادرم بود و آن گاه به گاه دانه بود که می پاشید یکی از روزهایی که سبد پر از قند و شکر و چای و گوشت و چیزهای دیگر را بردم دم در منزل حاج عباس دخترشان در را به باز کرد من هیچ وقت روی صورت زنها و دخترها نگاه نمی کردم حالا هم نمی کنم این که میگویم توی صورت به خاطر این است که زن و دخترهای حاج عباس هیچ وقت مرا نامحرم فرض نکردند همیشه بیهجاب جلو من رفت و آمد میکردند حالا من زیاد بزرگ نبودم آنها حتی هم های گردن کلوفتی را که فرشا را می بردند توی انبار خانهشان روی هم می چیدند یا هر روز می رفتند و از آنجا فرش میآوردند آوردند را هم مرد نمیدانستند و محل سگ هم با آنها نمیگذاشتند گویی مردها فقط توی کوچه ها بودند وقتی از در خانشان وارد میشدند شدند خاجه می نمیدانم حالا زنها هم همینجورم هم یا نه دختر حاجاقا سبد رو از من گرفت من خواستم برگردم گفت رحیم آقا مادرم باید کار داره تا آن روز زن حاجاقا رو بدون چادر ندیده بودم وقتی رفتم توی حیات بالای پله ایستاده بود بدون چادر بدون روسری سلام خانم سلام رحیم آقا حالت خوبه؟ به مرحمت شما رحیم آقا مادر شما چیکار کار میکنه؟ دلم مرد ریخت یک لحظه فکر کردم میخواهد بگوید بیاید خانه ما رخت بشوید یا آشپزی کند خدا رو شکر حاضی خانم خودش دنبال حرفش را گرفت شنیدم بند اندازه. گویی بار سنگینی از روی دوشم برداشتم نه تنها ناراحتی از بین رفت بلکه خوشحال هم شدم تصور اینکه مادرم بیاید و اینجا را ببیند خیلی برایم شیرین بود میشه بیاریش اینجا اون خانومی که ما مشتریش بودیم مریض شده ما موندیم چرا نمیشه خانم کی خدمت برسم با دخترش مشورت کرد هفته دیگه همین روز چشم خانم سرم را پایین آوردم و برگشتم به طرف درب ساب کن رحیم آقا بذار ببینم حاجی آقا آلبالو فرستاده من میدانستم که آلبالو نخریده گفتم نه خانم آلبالوی خوبی نداشتن کرمو بود حاجی آقا سپردند فردا بیارند شکر چی به اندازه خریده چقدر خواسته بودید من یک من شکر رو بردم یادت باشه رحیم آقا نیم منم آلبالو میخوام چشم خانم فردا وقتی برمیگشتم توی گوشه برای خودم آلبالو و شکر را قاطی کردم توی ذهنم مربا ساختم و چه مربایی؟ تصور کردم مزه مربار زیر دندانم حس می کنم سر حال و شنگل بودم. این اولین بار بود که مادرم به وسیله من به خانه دعوت میشد. تا غروب که وقت خلاصی من از کار بود خیلی عجله داشتم و میخواستم زودتر بروم و این خبر خوش را به مادرم بدهم. مادرم خانه کسانی می رفت که زیاد سرشان به تنشان نمی ارزید. خانه حاجی آقا برای او به معنی واقعی کلمه ترقی بود. شب به محض این که در را باز کردم گفتم مادر مجده بده مجده بده چی شده رحیم خوش خبر باشی پسرم مجده بده تا بگم مزدت زیاد شده بهتر از این فرائد الادب تو پیدا کردی از کجا؟ تو دکون تو تیمشه؟ موقع اسباب کشی فرائد ادل ادب را که یادگار پدرم بود گم کرده بودم نه گم کرده بودیم و من مدتی به خاطر این مسئله گیج و منگ بودم اما یادآوری دوباره آن در این لحظه سر را خونسا کرد نه با زمارم گرفتی نه بابا برای تو مجده دارم زن اربابم گفته بری به خونشون بر بند آنطور که فکر میکردم مادرم خوشحال نشد اما موقعی که شب رخت خوابهای من را پهن می کردیم آهی کشید و گفت خدا کنه کارم را قبول کنن با تعجب گفتم مادر مگه دست به فرمون نشدی مگه کارت عیب داره نه اما اما دیگه نداره صورت صورته صورت تو چه فرقی با صورت زن حاج داره خنده یه کرد و گفت شاید به قول تو فرق نداشته باشه اما اونا قرق همیششون بیشتره من تا به امروز برای اصلاح صورت خانمی مثل اون نرفتم هر کی بوده از طبقه خودمون بوده اگرم یه ذره دردشون اومده تحمل کردم با تعجب گفتم مگه درد داره؟ خندید آره که درد داره ما بعد از ریشه بکنم مادر تفلکان موقع که تازه میخواست یاد بگیرد و من هم یادش میدادم همیشه روی پاهای خودش دستهای خودش و حتی پیشانی خودش کار میکرد و من هیچ وقت نفهمیده بودم که درد می کشد و دم نمیآورد از روی تاغچه نخ پنبه ای را برداشتم شلوارم را تا زانو بالا کشیدم که امتحان کنم مادر یک دفعه چشمش به ساق پای پر از موی من افتاد و با ناباوری گفت وا این تو بزرگ شدی هزار بار مرگ مرا به هزین سختی است برای مردم بدبخت مرگ خوشبختی است گذشت عمر به جان کندن ای خدا مردم ز دست این همه جان کندن این چه جان سختی است رسید جان به لبم هرچه دست و پا کردم برو نشد دگر این منتهای بدبختی است رایم بله حاج آقا برای آقا سید محمد رزا بیار دلم گرفت من هم دلم میخواست گوشت به شعر آقا بدهم ولی حالا باید بروم دنبال کار خواهی نخواهی اطاعت کردم از پله ها دویدم پایین به طرف قهوه خانه پریدم آقا مرسا زود زود دوتا چایی چه خبره سر و دی؟ چای تازه دم کردم یا خورده تن جگر بذار حالم گرفته شد همانجا روی پله نشستم تا چای دم بیاید همیشه حاجی آقا میگفت بدون چای بر نگرد ساب کن با چای بیا تیمچه فرش فروش ها سحن بزرگی بود که وسط حیات حوز گرد بزرگی وجود داشت که آب آن را نمیتونم از کجا می آوردند و پر می کردند تمیز نبود اما همیشه پر بود دور تا دور اتاقهای کوچکی بود که با یک دهلیز دو متری و چهار تا پله همه به صحن حیات راه داشتند در هر یک از این اتاقها یک حاجی آقای فرش فروش نشسته بود چهار طرف حوز فرش کهنه و نو روی هم چیده شده بود از اول اذان صبح تا غروب آفتاب مدام ادعی حمال و بنکدار و خریدار و فروشنده وسط این فرش ها میلولیدند گاهی معامله جور میشد و با خوشی از هم جدا میشدند و گاهی سر قیمت چنان با هم دعوا و مرافع راه میانداختند که گویی ارس و میراس پدرانشان را دارند قسمت میکنند از همه جالبتر دعوای حمالها بود حمالهای هم پیر همیشه قرغر میکردند و از اینکه جوانترها مدام آماده فرمان بودند لجشان میگرفت و الحق و انصاف هم حق داشتند تا حاجی آقایی سر از هجره بیرون میکرد صدا میزد عمال تا پیرها از جا بجنبند جوانها فرش را به دوش گرفته بودند و بالاخره غروب که برای گرفتن مزد جمع میشدند همیشه جوانها چند قران بیشتر از پیرها دریافت میکردند و این مسئله همیشه باعث دلخوری بین گروه جوان و پیر بود من و رفقایم که همگی پادوی تیمچه بودیم همیشه خودمان را یک سر و گردن بالاتر از هممال ها و از اینکه مزد مقرری داریم به خودمان میبالیدیم. بالیدیم بیا رحیم بیا چای غم دبش از جا بلند شدم چای را گرفتم و اون آجی کیه؟ همون که فکولیکی شعر میخونه آقا مرتزا ابروها را بالا کشید و سرش را دا تکان داد وقتی برگشتم آسید محمد رزا شعر دیگری میخواند خلقت من در جهان یک وصله ناجور بود من که خود راضی به این خلقت نبودم زور بود خلق از من در عذاب و من خود از اخلاق خیش از عذاب خلق و من یارب چه منظور بود حاصلی ای در از من غیر شر و شور نیست مقصدت از خرقت من سیر شر و شور بود ذات من معلوم بودت نیست مرغوبت شم آفری دستی زبانم لال چشمت کور بود آقا محمد کلامش را تمام کرد و نگاه کنجکاوی به طرف من انداخت حاجی آقا مثل اینکه معنی نگاه او را فهمید پسر با معرفتیه مورد سقاته سواد داری پسر؟ یه کمی یه کمی یعنی چقدر؟ حاجی آقا گفتند میتونه به خونه و با بنویسه پدر داری؟ نه آقا با کی زندگی میکنی؟ با مادرم حاجی آقا گفتند مادرش به جای خواهر من زن بسیار خوبیه مشیر و مشاور مادر سمت شده زن زحمت کشیه حلال همده. محرم اصرارند کجا زندگی میکنید؟ زرگنده آقا اوه از اونجا چجوری میای؟ میام دیگه آقا چاره ندارم آقا سید محمد رزا آه سردی کشید و گفت تا کی باید شاهد بدبختی مردم باشیم و درمونی هم برشون نداشته باشیم مادرت جوونه چند سال داره؟ کمی فکر کردم نمیدانستم چند سال دارد اصلا توجه نکرده بودم برای من چشم ابرو و رنگ و موی او معنی نداشت تمام وجود او برای من مادر بود و من تمام وجود او را بدون توجه به هیچ چیز دوست می داشتم. تنها کسم بود تنها یارم بود بعد از پدر در این دنیای با نفسا فقط او را داشتم او هم جز من کسی را نداشت یک خواهری داشت که در اطراف ورامی زندگی می کرد ولی آن زمان ورامین هم جای دوری بود و من به یاد نداشتم که خالم را کی دیده بودم مثل اینکه حاجی آقا و مهمانش از من فارغ شده بودند من نمیدانستم مادرم چند سال دارد و جوابشان را نداده بودم تو فکر بودم که صدای شعر خواندن مهمان حاجی آقا از عالم خیال درم کرد ز اظهار درد درد مداوانه می شود شیرین دهان به گفتن حلوا می شود در نمان قیز که با پا زمین زدن این بستریز بستر خود پا نمی شود زایع مساز رنج و دوای خود ای طبیب دردی است درد ما که مداوا می شود بی کردم وسط حرفش دویدم آقا چایتون سرد میشه اسمت چیه پسر رحیم رحیم آقا هنری هم داری؟ به این جوونی حیفه که فقط پادوی حاج آقا باشی حاجی آقا جا به جا شد از این حرف خوشش نیامد ولی مهمانش زبان روکی داشت چی بلدی پسر چیزی بلد نیستم آقا پدرم مرد نوناور خانه شدم علاقه به درس و مشق داشتم ولی نشد خدا نخواست پوزخندی زد برو پلو یک صنعتگر شاگردی بکن پادویی هم میکنی اونجاها بکن که یواش یواش چیزی هم یاد گرفته باشی اینجا تا آخر عمرت پادو میمونی حاجی آقا دوباره جابجا جا شد اینجا جز ارزان خریدن و گرون فروختن هنر یاد نمیگیری اما حتی دکان حلبی سازی پادو باشی بالاخره خودت حلبی ساز میشی حیف جوانی به خوبی و پاکی تو عمرش اینجا هدر بره این مملکت صنعت میخواد و هنر میخواد کار و پشت کار میخواد چون زدن و قیمت و بالا پایین بردن هنر نیست کار مادر چیه؟ بند آقا سرش را تکان داد خوبه باز هم کار اون بهتر از کار توه هنر داره کاری میکنه مزدی که میگیره حاصل کار خودشه توی مملکت عرض و مقامی نداره در فرنگستان اینها رو کوافز میگویند برو بیایی دارند محل کار تر و تمیزی در سر خیابون دارند شغل خیلی پردرآمدی هم هست اصلا درسش رو میخونن دختر پسر رو در کالج درس آرایشگری میخونن و دیپلم میگیرند و پروانه کار میگیرند. اینم برای خودش شرفیه اما خب اینجا هنوز جا نیفتاده مثل خیلی چیزهای دیگه منتظریم ببینیم فرنگی چی کار میکنند ما هم تقلید میکنیم ای دوست لعنت بر این تقلید باد همیشه دست و دوم هستیم همیشه دنبال رو هستیم رو کرد به حاجی و گفت به نظر شما امیدی به آینده هست؟ چند روزی حرفای آقا سید محمد رضا افکارم را مشغول و مخشوش کرده بود زندگی حاجی آقای خودمان را با آن کیا و بیا با آن خانه بزرگ با آن رفت آمدها با آن سبدهای سنگین که گاهی مجبور می شدم زمین بوسرم و خستگی در کنم در ذهنم زیر و بالا می کردم. از وقتی که مادر پا به خانه آنها گذاشته بود زندگی ما هم رنگ تازه ای یافته بود خاله و امو و زندایی و دختر امو و فلان و بهمانشان مشتری مادرم شده بودند این سید جوان چه می گفت که کار حاجی آقا هنر نیست اگر هنر نیست پس این زندگی عالی از کجاست رفاه خود و خانوادهش آسایش بچه هایش. تازه کلی هم نانخور جانبی داشت کدام حلبی ساز زندگی فرش فروش را دارد؟ چه فرمایشه که آقا فرمودند؟ به قول آقا مادر من هنری داشت زن حاجی آقا نداشت مادر من از اینجا تا خانه آنها با پای پیاده می رود. زن حاجی آقا جز با درش که جایی نمی رود. کو پس کجاستان قدر و منزلت که حضرت آقا سید فرمودند. پدر سلواتی بعد جوری حواسمو پرت کرده بود اونجوری که همیشه با میل و رغبت به طرف تیمچه میرفتم پایم دیگر جلو نمیرفت کششی در خود احساس نمیکردم. کردم که گفته ای او را قبول نکرده بودم اما چیزی در درونم شکسته بود که نمیدانستم چه بود یک روز حاجی آقا کاغذی که رویش یک خط نوشته بود به من داد را این با خط دروشین روی مقوا بنویس میخوام بزنم بالا سرم کاسب حبیب خداست فهمیدم که حرف آقا سید افکار این پیرمرد را هم به هم زده حالا با کی درد و دل کرده بود که بهش اطمینان داده بودند که حضرت پیغمبر خودش فرموده کاسب حبیب خداست کاری هم که آجی آقا و همه ساکنان آن تیم چه و جاهای مشابه می کردند جز کسب نام دیگری نداشت رحیم بنویس یادت نره نه مادر یادم میمونه بگو چی باید بخری یه چارک هنا نیم چرک گل بابونه نصف گل بابونه زردچوبه اندازه زردچوبه قهوه همینقدر هم سماق یه خورده سماق بیشتر بخر چلو کبابی بزنیم هر دو خندیدیم چلو کباب ما عبارت بود از کتب و پیاز و سماق که قاطی میکردیم ولی خیلی خوشمزه میشد تابستان ها که گوجه فرنگی و فلفل سبز سمرزان بود زیافت من حسابی شاهانه بود مادر گوجه فرنگی و فلفل ها را کباب می کرد و قاطی بقیه می خوردیم تموم شد مادر ننه قربونت برم سفیدا و سرخا بیادت نره و بخر چه خبر عروسیه؟ آره قربون قد و بالت برم انشالله یه روزی عروسی خودت باشه ننه ولمون کن عمل صحبی بالاخره چی؟ بالاخره هیچی مگه همه باید زن بگیرم معلومه پسرم معلومه من که همیشه زنده نیستم تو همدم میخوای هم سر میخوای هم زن میخوای هم مادر که بعد از من مواظبت باشه غمخارت باشه یار دلارامت باشه نه نه تو رو خود اول صبح برزخ هم نکن آقا ما رفتیم ببین رحیم همین امروز اینا رو بخریا میخرم مادر وقتی اساس منزل حاجی آقا رو میبرم اون وسط ها میدونم کجا باید برم میخرم نگران نباش برو به سلامت خدا به همراد پیرشی پسرم مواظب به خودت باش کاری به کاری هیچکی نداشته باش قاطی هیچ دسته ای نشو من سننه. نه کفش هم را پوشیدم و راه افتادم مادر تازگی چیزهایی درست میکرد و با خودش خانه مردم میبرد البته از روزی که آقا سید گفته بود مادر من هنرمند است من بیشتر در کارهایش کمکش می کردم. وازلین را می زیر آفتاب نرم میشد. سفیداب را از پارچه نازک علک می کردیم. روی وازلین حسابی قاطی می کردیم. یه خود گلاب هم می ریختیم. توی کاغذ مومی بندازی یک قاشق می گذاشتیم. می بستیم. توی قوطی کبریت می گذاشتیم. یک مقدار را هم با سرخاب قاطی می کردیم. و بستبندی می کردیم. زنها خیلی از این چیزها خوششان آمده بود. مادرم می گفت از سفیدا به سر و صورتشان می مالند و از سرخا به گونه هایشان بوی گلاب هم می داد خوشبو می شد. گل بابونه را حسابی توی آون من می و مادرم از پارچه علک می کرد. زرد چوبه را هم می و علک می کردیم. با هنا قاطی می کردیم. نصف می کردیم. توی نصفی قهوه علک می توی نصفی سماق قهوه ای مال موهای سفید شده بود سماقی برای زنهای جوانتر که گویا رنگ خوشی به موهایشان می داد. دو سه روزی صدای هاول از خانه ما به گوش همسایه ها می رسید و ما با خنده و شوخی به همدیگر می گفتیم که ادویه می کوبید. رسی مادر ادویه پلو چجوریه؟ چه می دونم رهیم؟ برای یه لغم غذا این همه دنگ و فنگ لازم نیست چلو کباب خودمون خوشمزه از همه غذاهای عالمه با همین افکار سوی تیمچه چه سپار شدم و راه رفت آمد قریبی بود مثل اینکه خبرهایی شده بود سکوت مرگ باری بر کوچه ها سایه افکنده بود همه با عجله می رفتند اما هیچ کس با هیچ کس حرف نمیزد زد معمولا صبح ها من قبل از باز شدن دکان ها سر کارم می رفتم. امروز هم دکانی باز ندیدم و این از نظر من هیچ معنایی نداشت. اما هوا به نظرم سنگین بود. مثل هر روز سبک نبود. یا من خودم حال خوشی نداشتم. باز هم صبح اول وقت ننم پیله کرده بود که زن بگیرم. آخر چه گونه؟ ما که خودمون به زور سیلی صورتمان را سرخ می کردیم. زن بگیرم چه بکنم؟ یکی دیگر را هم بدبخت کنم؟ البته ما بدبخت نبودیم اما خوشبخت هم نبودیم نه اینکه چون پول نداشتیم خوشبخت نبودیم نه بی کس و کار بودیم پدر مرده بود و مادر هم با مرگ پدر ترک شور و جوانی کرده بود در جوانی پیر شده بود به پای من نشسته بود به خاطر من تنهایی و بی شوهری را پذیرفته بود بعد از مشتی جواد کسان دیگری هم خواستگارش بودند اما فقط یک کلمه می گفت نه توی تیمچه فرش فروش ها هاجی بودند که بارها به من می گفتند رحیم اگه مادر شکل خودت ما حاضریم و من با هر کدام که همچو حرفی زده بودند قطع سلام و علیه کرده بودم مادرم می گفت خدا یکی یار یکی دل یکی دلدار یکی یار خودش که در گور پوسیده بود و از مردانی که یارشان در خانه بود و به دنبال دیگری میرفتند با تمام وجود متنفر بود رحیم هرگز چه زنده باشم چه مرده نفرینت میکنم اگه سر زنت هبو بیاری رحیم خیر نبینی اگه به زنت وفادار نمونی رحیم جوون مرگ بشی اگه بری زن دیگه ای رو نگاه کنی اگه زنده باشم آقت میکنم و اگه مرده باشم روح هم راحتت نمیذاره نه جون قربون شکل و شمایلت کو اولی نه هر وقت زن گرفتی کی زن میگیره همه ای دختر و پسر رو اولش ناز میکنن مادر دیگه کاری نداری عدیه آماده است و همیشه با همچون مفری سخن مادر را عوض میکردم مادر آنچه میگفت از صمیم دل بود او بعد از مرگ پدر توی صورت مرد بیگانه این نگاه نکرده بود او با تمام وجود نسبت به پدر وفادار مانده بود پدر جسمش در کنار او نبود اما روحش مدام همراه او بود و مادر با این تجربه مطمئن بود که بعد از مرگش همراه من خواهد بود به بازار فرش فروش ها رسیدم تیمچه من در طول این همه سال هیچ وقت در بزرگ تیم چرا بسته ندیده بودم دری شاید به طول چهار متر و به عرض سه متر وقتی که لنگه های در رو باز میکردند، کردند به بزرگ بود که گاری به راحتی وسط آن رفت و آمد میکرد. و امروز این در بسته بود حیران و سرگردان در کنار ایستادم چی شده؟ دروبرم رو نگاه کردم کسی توی کوچه نبود خسته بودم روی سکوی پهلوی در نشستم و منتظر ماندم چقدر آنجا بودم نمیدانم فقط صدای سم چند تا اسب را که از سر کوچه رد می شدم شنیدم بلند شدم دویدم اول کوچه اسب سوارها دور شده بودند دوباره برگشتم سر جایم نشستم پس چرا هیچ کس نمیاد کو حسن؟ کو محسن تقیی سیبیل چرا پیداش نیست تاج آقا کو همالا هم کجان دوباره بلند شدم رفتم سر کوچه آفتاب در آمده بود زیر آفتاب چند باد مزدم استرابی در دلم افتاده بود استراب برای چه من بر چه نگران بودم من یه لاقبا ولی عادت چندین ساله هم به هم خورده بود چندین سال بود که هر روز بی خیال آمده بود بی خیال رفته بودم تصور تعطیلی تیمچه را هرگز نکرده کرده بودم فکر می کردم تا زنده ام هم همین برنامه هر روز و هر روز بی وقفه انجام خواهد شد امروز روز خرید حاجی آقا بود امروز باید سبد سنگین را به کول می کشیدم امروز مثلا می خواستم برای مادرم خرید کنم نمیدانم چند ساعت آنجا نشسته بودم ولی از گرم شدن آفتاب فهمیدم که یا ظهر شده یا ظهر نزدیک است خدایا هیچ کس نیست که خبری به من بدهد نمیدانستم برگردم خانه یا نه میترسیدم من از این وقت بروم از آن طرف حاجی آقا سر برسد خیلی بدش میآمد که یک روز سر کار نروم دفعه دیدم عدهای دارند فرار میکنند و گروهی جاندارم دنبالشان کردند ترسیدم قبل از اون که آنها جلو من برسند دویدم توی کوچه خودم را زیر هشتی خانه پنهان کردم جمعیت میرفت و دنبال از چند جاندارم که اسلحه داشتند و گاهی صدای تیر هم به گوش می رسید. من هیچ از این چیزها ندیده بودم. من اساسا اهل جنگ و دعوا نبودم. از جمعیت می از شلوغی فرار می کردم. در طول تمام زندگیم با کسی گلاویز نشده بودم. نه دست بزن داشتم و نه کتک خورده بودم. تنها آلت دفاعی من قهر بود. خیلی زود می قهر می کردم. با تلنگوری می شکستم و با احساس توهینی اشکم سرازیر می شد. مادرم تا به دیدن اشکم را نداشت. از همان دوران کودکیم هم و حالا که پسر جوانی بودم هیچ وقت بالاخره بی که بفهمم چرا تیمچه باز نشده چرا خاک مرد سر شهر پاشیده اند چرا سایر دکانها هم تا سلات ظهر بسته مانده، و آنها چرا فرار میکردند و جاندارم دنبال کیها بودند سلانه سلانه به خانه برگشتم خدا مرگم بده رحیم چی شده مریضی؟ نه مادر جون همه جا بسته است چرا؟ نفهمیدم نه نپرسیدیم؟ نه, نه از کی بپرسم اون رو که میشناختم ندیدم خود عمرت بده پسر از یکی میپرسیدی حالا آشنا نبود که نبود چادرش را انداخت سرش تو باش من برم سرگوشی آب بدم نیم ساعتی طول کشید تا در زد پریدم باز کردم فهمیدم چه خبره میگن جوون شاعری رو تو خونش کشتم شاعر جوون مثل مرغ سرگشته هر روز صبح و عصر دم تیمچه رفتم روی پله ها نشستم حاج آقا نیامد یک روز آقا مرتزا قهوه چی گفت راییم چرا نمیره خونه حاجی بروشت مریض شده باشه نمیدانم هیچ وقت نه من نه مادرم عادت نداشتیم بدون اینکه حاجی آقا یا زنش احزار من کند به خانشان برویم فکر میکردیم بیادبیست قابلشان نیستیم ولی این بار فرق میکرد سه روز بود از حاجی آقا خبری نبود باز هم سرخورده و افسرده برگشتم خانه ما در قهوهچی امروز میگفت برم خونه حاجی سرگوشی آب بدم شد مریضه زبونم لال زبونم لال شد اتفاقی افتاده خودش مریضه بقیه اهل خانم مریضن خب رو میفرستاد خبر میداد اگه کسی مرده باشه چی؟ مرده؟ نه خیال بد نکن مرگ زودتر از عروسی پخش میشه اگه مرده بود همه اهل تیمچه خبردار بودن تعجب میکنم جز من هیچ کس هم نمیگیره پسر بیچارم فقط تو چشت به دست اونه دیگران سرشون به کار خودشون مشغوله اونقدر دارن که غم دیگری رو نخورم پس تو میگی فردا برم سری به خونشون بزنم برو حتما برو تو که قراره بری خیلی مونده فردا صبح منقلب و نگران راهی منزل حاجی آقا شدم راه برایم خیلی طولانی شد پای رفتن نداشتم راهی که همیشه با سبدی سنگین خیلی تند و قبراغ می رفتم. حالا بدون بار به سنگینی طی می کردم هزار فکر نابجا کرده بودم اگر بروم ببینم حاجی آقا مرده کمی منظره مرگ او را مجسم می کردم. بعد به خودم دلداری می دادم که مگه پدرت مرد چی شد؟ اگر پسرش مرده باشد چه؟ گویی شیطان در درون من می گفت با مرگ این یکی هم عزت تو بیشتر می شه. دلم از همین ها می گرفت. چرا سرنوشت من چنین رقم خورده بود که هر مرده جوانی مرا به جلو می رم. نه خدا نکند آقا سمد هر چه که تنبل است و دل به کار نمیدهد اما پسر با ادبی است مهربان است به چشم پادوی حجره پدرش به من نگاه نمی کند خیلی با محبت است حاجی خانم چی؟ آن وقت مادرم از نان میافتاد. حاجی خانم کلی دست مادرم را گرفته بود خیشان و آشنایان زیادی دارد که مادرم را معرفی کرده نه خدا نکند هیچ حب و بغزی نسبت به دخترشان نداشتم مرگ و زندگیش مسئله ای نه برای من نه برای مادرم به وجود نمی آورد هرچند که مادر یک بار گفته بود رهین زبون بجوری عوض شده من تا مادر شوهرم زنده بود جرات نداشتم خاله روحیه رو بگم بیاد اصلاح هم کنه اما حالا دختر و جلو سر و همسر همه کار میکنن و من از همان موقع دلم نسبت به این دختر شاید دخترهای مثل او چرکین شده بود مثل اینکه یکی از درون نحیف زد جو مکن رهین بدو بقیه را رو تون برو کمتر مصمس کن نیروی تازه پیدا کردم کلمات برای آهنگ مخصوصی داشتند مسمس دو تسین داشت که صدای کشیده شدن قلم نی روی کاغذ را برایم تدایی می کرد جان گرفتم پاتوند کردم نمی دویدم. ولی مثل دویدن می رفتم. وقتی جلو در حاجی رسیدم نفس نفس می زدم. بسم الله الرحمن الرحیم و کوبه را دوبار کوبیدم. صبر کردم. فاصله اتاق تا در را پیش خودم حساب کردم. همیشه در را می زدم می زدم تا برسند عجله نکنند. همه اهل خانه حاجی در زدن مرا می شناختند. رحیم فقط دو بار در می زند. طول کشید کسی نیامد. صدای پای روی سنگ فرش حیات بلند نشد. صدای باز شدن در اتاق شنیده نشد. صدای پایین آمدن از پلا شنیده نشد. دوباره دستگیره را بلند کردم و دو ضربه دیگر زدم. نه نمی شنبند. مگر درون خانه چه خبر است؟ مگر می شود همگی با هم بمیرند؟ چرا نمی شود؟ ممکن است غذای مسموم خورده باشم و همه مرده باشند. ممکن است بوی زغال همگی را خفه کرده باشد. ممکن است. روی درهای قدیمی معمولا دو کوبه بود. یکی دراز و یکی گرد حلقه ای. و مدت داشتم که یک قانون نانوشته را اجرا کنند و آن قانون این بود که اگر مردی در را میزد کوبه چکشی دراز را به صدا در می آورده و اگر زنی بود از صدای چکش حلقه استفاده می کسانی که توی خانه بودند از صدای چکش می فهمیدند که پشت در زن است یا مرد. فکر کردم نکند حاجی آقا و سمد آقا خانه نیستند و دوتا زن نمی خواهند. در را رو به روی مردی باز کنند. چه کنم؟ دل به دریا زدم و چکش حلقه ای را تکان دادم. یک بار، دو بار، سه بار. کسی نبود. همه رفته بودند. شاید خبر مرگ فک و فامیلشان را از شهر دیگری شنیده بودند و همگی رفته بودند. سلانه سلانه برگشتم. ننم بیشتر از من دل با پس بود. برایش تعریف کردم که هم این طرف در را زدم هم آن طرف در را ولی کسی خانه نبود چندی گذشت و من بدون تعطیلی هر روز و هر روز سر به تیمچه می زدم. از اینکه که حاجی آقا محسن و حسن می آمدند و آنها مثل همیشه چای می بردند و جارو میکردند و آماده خدمت بودند دلم یک جوری میشد. چه می دارم؟ شاید حسودی هم می شد. بالاخره روزی که نوبت مادر بود که خانه حاجی برود رسید صبح مادر گفت تو امروز میخوای نرو علکی این همه راه رو میری میای که چه به من خونه من برم بالاخره ته و توی قضیه رو در بیارم، مثل تو دست خالی بر کمی به من برخورد بعد از مدتها قلم و دواتم را آوردم و بعد از رفتن مادرم کمی مشق خط کردم ای قائب از نظر به خدا می سپارمت